أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، ولا سيما مولانا المهدي أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تعالى في كتابه: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة. نثار روح آسمانی مولى الموحدين أمير المؤمنين علي عليه السلام صلوات عنایت بفرمایید. نثار ارواح طیبه شهدا، شهیدان سوم خرداد و تمام شهدای انقلاب صلوات دوم رو جلیتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد. عرض ارادت و عرض تسلیت به محضر مولامون ولی نعمتمون حضرت مهدی سلام الله علی، صلوات سوم رو جلیتر ختم کنید. در این نیمه شب قدر، شب نوزدهم، بعد از این همه ناله و انابه و گریه، هزار بار اسم خدای متعال رو صدا زدید و یک حاجت اساسی رو امشب از خدای متعال طلب کردیم: الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. این خیلی حاجت و درخواست مهم و بزرگیه. توسل به همه اسماء الحسنا و بلکه به اسم اعظم الهی در این شب بسیار بسیار مبارک که به پیغمبر خاتمش خطاب میکنه: و ما ادراک ما لیلة القدر. چه میدونی شب قدر چه خبره و چیه؟ امشب این نظام هستی قلقله است و خدا میدونه چه خبره. در این شب ما مکرر صد بند این دعا رو تکرار کردیم که خلصنا من النار یا رب. خدایا امشب یک حاجت داریم. نگید آقا حاجت زیاد داریم، همه ی حاجت ها تو همین حاجته. خلصنا من النار یا رب، ما رو از آتش جهنم نجات بده. این چه حاجتی امشب میخوایم و چطوری بخوایم؟ آیه ای رو که براتون تلاوت کردم یک حقیقت عمیق قرآنی است و یکی از مناقب برجسته امیر المؤمنینه. امشب شب امیر المؤمنینه. این که ما شب قدر رو با شب ضربت و شب شهادت امیر المؤمنین مصادف میبینیم صدفه نیست. اون راه خلصنا من النار رو امشب خواهم گفت. این آیهی که براتون تلاوت کردم، قرآن مجید میفرماید صراط مستقیم یک گردنه سختی داره. فلاقتحم العقبه. چرا از این گردنه بالا نمیایید؟ چرا عبور نمی کنید از این گردنه؟ این گردنه چیه؟ فک و رقبه. گردن ما آزاد بشه، اون گردنه ای که انسان رو به اون طرف صراط منتقل میکنه همینه، فک و رقبه. انشاءالله عرض میکنم فکاک رقاب یعنی آزادی دست امیر المؤمنین سلام الله علیه. من یه روایت براتون بخونم. این که عرض کردم همه ی حاجت ها همینه،
بیانی است از نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه در کافی شریف این روایت را آورده، باب الوقوف به عرفه. امشب خب شبیه که هر کسی زیارت بیت الله هم میخواد، از خدا باید بخواد دیگه. امشب اون زائرین بیت الله اسمشون نوشته میشه، پروردگارا به عظمت امیرالمؤمنین زیارت بیت الله نصیب همه ما بفرما. اینجا نبی مکرم اسلام یه جمله ای رو پای اون کوه عرفات داره میگه، از ائمه هم این روایت نقل شده، میگه اللهم، پیغمبر خاتمه، روز عرفه است، سرزمین عرفات، پای کوه عرفه است. این جمله رو میگه، خدایا حاجتی التی ان اعتیتها، من یه حاجت میخوام از تو، اگر این حاجت رو به من بدی، لم یزرنی ما منعتنی، اگر بقیه حوائج رو منع کنی به من ندی، دیگه ضرری به من نرسیده. اون حاجت اصلیه، حاجت اصلی رو به من بدی، اون حوائج خرد دیگه ضرری نمیزنه. و ان منعتنی ها، اما اگر این حاجت رو به من ندی، لم ینفعنی ما اعتیتنی، هر چه که بخوام به من بدی فایده ای دیگه نداره. ام الحوائج اینه، اصل حاجت اینه. چیه؟ اسألک خلاص رقبتی من النار، خدایا میخوام این گردنم از آتش جهنم نجات پیدا کنه. پیغمبر به ما داره اینا رو یاد میده، و الا پیغمبر خاتم که اگر در جهنم هم عبور بکنه، روایت داریم جهنم خاموش میشه. اینا رو داره به من و شما تعلیم میکنه، اسألک خلاص رقبتی من النار. معلوم میشه خیلی این حاجت مهمه که شب قدر شما دارید صد بار تکرار میکنید. این دعایی که موقع قرآن سرگرفتن، شما قرآن رو که مقابل صورتتون باز میکنید، اللهم انی اسألک به کتاب کلمنزل و ما فیه، خدایا به این قرآن تو رو قسم میدیم، و ما فیه، چه میدونیم تو این قرآن چه خبره، چه میدونیم تو این قرآن چه خبره، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یه قرآن تمام شاهکار خلقت خدا امشب بر قلب نبی مکرم اسلام نازل کرده و میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکه. یه قرآن رو که باز میکنیم، امشب خاطرتون باشه از خدا چی میخواید؟ ان تجعلنی من اتقائک من النار، خدایا من عتق و آزادی از آتش جهنم رو از تو میخوام، خلاص رقبتی من النار. این تکرارهایی است. بعد پیغمبر گریه میکنه، اللهم رب المشاعر کلها، خدایا من اینجا پای کوه عرفه وایستادم، اللهم رب المشاعر کلها، ای خدای همه این مشاعر. شما آیات قرآن رو نگاه کنید، رب المشعر الحرام، این مشاعری که خدا اونجا قرار داده، اللهم رب المشاعر کلها، فک رقبتی من النار، خدایا یه خواسته داره نبی مکرم اسلام، فک رقبتی من النار، من میخوام این گردنم از آتش جهنم نجات پیدا بکنه. این خیلی مهمه، فکاک رقبه من النار، یعنی آزادی از آتش. لذا قرآن مجید این حقیقت مهم رو در سوره
مبارکه انسان هم مطرح میکنه، در سوره مبارکه بلد هم مطرح میکنه. این دو سوره با هم همخوانی دارن عزیزان. مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام، اهل معرفتید، اهل معارف قرآنید. این دو تا سوره، سوره مبارکه بلد مکیه هست و سوره مبارکه انسان مدنی هست. حداقل 20 آیه اولش مدنیه به اجماع فریقین. این آیاتی رو که ما میخوایم بخونیم مدنی هند. در مکه و مدینه این آیات همسو میره جلو. در سوره بلد اول خلقت انسان رو مطرح میکند، لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان رو ما در رنج آفریدیم. این دنیا جای راحتی نیست، ما در سختی انسان رو آفریدیم. این یک، خلقت انسان. بعد می فرماید علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین، ما به انسان، ای انسان، به تو چشم دادیم، به تو زبان دادیم، به تو چشم دادیم که ببینی. انسان رو خلق کردیم و به او چشم و زبان دادیم. و هدیناه النجدین، مسئله سوم مسئله هدایت انسانه. ما خیر و شر رو به تو نشون دادیم، خیر و شر رو به انسان الهام کردیم. بعد می فرماید فلقتهم العقبه، ای انسانی که گوش به تو دادیم، چشم به تو دادیم، هدایت کردیم تو رو، چرا در صراط مستقیم از گردن بالا نمی آیی؟ فلقتهم العقبه، چرا بالا نمی آیی؟ چیه گردنه؟ و ما ادراکم العقبه، پیغمبر ما چه میدونی این گردنه چه خبره؟ گردنه ای که صاحب امشب امیر المؤمنین محاسن شریف رو میگرفت فریاد میکرد، بعد به من و شما خطاب کرد ان امامکم عقبتن کعودا، یه گردنه سختی مقابل چشم ما و شما هست، تو مسیر هست. صراط مستقیم اعوجاج نداره، اما معناش همواری و آسونی نیست. صراط مستقیم گردنه ها داره. گردنه چیه؟ فک و رقبه، این که رقبه آزاد بشه. حالا البته ظاهر این آیه اینه که اسیر رو شما آزاد کنید، اسیر رو آزاد کنید. او اطعام فی یوم ذی مسغبه، در روز گرسنگی گرسنه ای رو سیر بکنید. این سیر کردن اطعام و فک و رقبه، این شما رو از گردنه بالا میاره. یتیمن زا مطربه او یتیمن زا مقربه او مسکینن زا مطربه، یه مسکینی رو طعام بدید، یه یتیمی رو اطعام بکنید، از گرسنگی نجات بدید. خب این ظاهرش همینه، اطعام مسکین کنید. ای که دستت میرسد کاری بکن، ای کسی که سیری به فکر گرسنه‌ها باش. این ظاهر این آیه هست. اجازه بدید آیات سوره انسان رو هم بخونم. سوره انسان سوره هل اتاست، سوره امیر المؤمنین و اهل بیت، سوره خمسه طیبه است. می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، خلقت انسان. ببینید در سوره بلد هم گفت لقد خلقنا الانسان، اینجا میگه انا خلقنا الانسان، ما انسان رو خلق کردیم، آفریدیم. بعد چی میگه؟ اونجا گفت علم نجعل له عینین، ما دوتا چشم به شما دادیم. اینجا می‌فرماید فجعلناه سمیعا بصیرا، این انسان رو ما بصیر خلق کردیم، بینا. اونجا گفت چشم دادیم، اینجا میگه بینا خلقتون کردیم.
اونجا گو و هدیناه و نجدین، تو مکه، اینجا تو مدینه میگه انا هدیناه و سبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشونتون دادیم، میخواید شاکر باشید، میخواید کفور باشید، ناسپاس بکنید. بعد میفرماید اونجا رو تفسیر میکنه، فلق تحمل عقبه رو دیگه در سوره انسان نمیگه، میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه، من یه خانواده ای رو به شما نشون میدم از گردنه یه صراط مستقیم بالا اومدن، تنها کسی رو و تنها اهل بیتی رو که قرآن میگه خیلی ها اطعام کردن، حتی به ظاهر این آیه که حالا تعویلش رو عرض خواهم کرد، تنها اهل بیت رو که قرآن تایید میکنه این اقتحام شده بالا اومده از گردنه، خمسه طیبه است. ای انسان بذارید بهتون معرفی کنم، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اونجا میگفت که او اطعام فی یوم ذی مسغبه، اینجا اطعام رو نشون میده، من بهتون کد میدم، این خمسه طیبه اطعام کردن، علی حبهی طعام محبوب ولی، در خونه علی برید طعامی بهتون اطعام میکنه که اون طعام محبوب ولی، علی حبهی این طعام رو دوست دارن، مسکینن و یتیمن و اسیرا، اینا به مسکین و یتیم و اسیر دارن میدن، اطعام کار علیه، قرآن اطعام و طعام رو میگه کار امیر المؤمنین و خمسه طیبه است. این اطعام و طعام خیلی معنا داره، خیلی معنا داره، این که میگن امیر المؤمنین ساقی حوض کوثر، عزیزان این سوره انسان یک آیه داره میگه عینن یشرب بها عباد الله، چشمه ای رو علی در بهشت ایجاد میکنه، یفجرونها تفجیرا، این چشمه نیست، یه وقتی چشمه هست شما رو دعوت میکنن سر چشمه میگن آقا بیاید بهتون آب بدیم، نه، یفجرونها تفجیرا، انفجار این چشمه و ایجاد این چشمه به دست علی است، عیناً یشرب بها عباد الله، کی از این چشمه آب میخوره؟ اطعام عباد الله دست علیه، این کم منقبتی نیست سوره انسان، عباد الله کیه؟ قرآن رو نگاه کنید، وذکر عبدنا عبادنا، انبیاء الهی رو اینجوری یاد میکنه، عبدنا، بعضی از انبیاء رو میگه نعم العبد، عیناً یشرب بها عباد الله، اون بندگان خالص انبیاء درجه یک وقتی میان از این چشمه ای میخورند که ایجاد این چشمه با امیر المؤمنینه. تو دنیای صحنه هایی رو به ما نشون داده، قرآن مجید میفرماید وقتی که جناب موسی کلیم داشت میومد بنی اسرائیل بهش گفت خب ما آب میخوایم، قرآن میگه ما دستور دادیم به موسی وضرب بعصاک الحجر فانفجرت، چشمه که نبود، موسی ایجاد کرد، ولی الله این چشمه رو ایجاد میکنه، با عصای خودش زد فانفجرت منها، اینجا قرآن میگه یفجرونها تفجیرا، این چشمه رو امیر المؤمنین ایجاد میکنه، اطعام کار امیر المؤمنینه، و یطعمون الطعام علی حبه، این گردنه، پیچ این گردنه دست امیر المؤمنینه، اطعام و طعام میکنه، این طعام چیه؟ ظاهرش این قرص نانیه که امیر المؤمنین میده، باطنش مسکین و یتیم و اسیر نظام هستی رو امیر المؤمنین داره اطعام میکنه، ما سر سفره طعام امیر المؤمنین نشستیم،
اون طعام طیب و طاهر، ملک و ملکوت دست امیرالمؤمنینه، این سوره انسانه. اون سقایت و آبرسانی دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه، فک و رقبه، اونی که آزاد میکنه از آتش امیرالمؤمنین علیه السلامه. فک رقبه دست امیرالمؤمنینه. او گردنه‌ای که قرآن ذکر میکنه به ولایت امیرالمؤمنین میاد بالا. این روایتی است که در منابع روایی ما اومده، من براتون بخونم. این روایت خیلی روایت عجیبیه که حضرت فرمود بنا تفکر رقاب، آزادی گردنها از آتش، بنا و به معرفتنا تفکر رقاب. این خلصنا من النار یعنی به ولایت امیرالمؤمنین ما رو نجات بده از آتش. امیرالمؤمنینی که از آتش نجات میده و اهل بیتی که دارن نجات میدن. و بعد فرمود و نحن المطعمون فی یوم ذی مسغبه، اونی که طعام میده در روز گرفتاری ما هستیم. خمسه طیبه و اهل بیتن، اون طعامی که بعدش دیگه گرسنگی نیست، اون شرابی که بعدش تشنگی نیست دست امیرالمؤمنینه. بنا تفکر رقاب. من زیارات معصوره رو نگاه کردم عزیزان. زیارات معصوره یعنی زیاراتی که از اهل بیت عصمت و طهارت صادر شده. دو جا در زیارات این رو داریم. یکی این که وقتی مشرف میشید به زیارت بیت الله العتیق، مستحبه که این رو بخونید. جلو در مسجد الحرام چشمتون که به بیت الله العتیق افتاد، این رو بخونید. این زیارت خیلی طولانیه، اون شاهد عرضم اینجاست. میگیم خدایا ان تجعل تحفتک ایای، من زائر تو هم، من به زیارت خونه تو اومدم، من یه تحفه میخوام، هدیه میخوام. ان تجعل تحفتک ایای، هدیه تو چی باشه؟ فکاک رقبتی من النار. این فک رقبه خیلی مهمه. خدایا من میخوام گردنم آزاد بشه. اسیریم، داریم میگردیم، کی ما رو آزاد کنه؟ نرید سراغ طاغوت، نرید غیر خانه علی رو بزنید. چون قرآن میگه، موسی به فرعون خطاب کرد و تلک نعمتون تمنها علی، داری نعمت تو به روی و به رخ من میکشی. ان عبدت بنی اسرائیل، طاغوت عبد میکنه انسان رو، اسیر میکنه. طاغوت انسانها رو اسیر میکنن، خبائث رو طیبات نمیدن، طعام نمیدن، طعام به انسان نمیده طاغوت. اما درباره خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، می فرماید ما پیغمبرمون رو فرستادیم، یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. طعام حلال و طیب رو پیغمبر به اینها میده، حلال میکنه، محرمات رو از اینها منع میکنه. و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، پیغمبر شما رو آزاد میکنه. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند. اون که آزاد میکنه، فک رقبه داره، پیغمبر امیرالمؤمنین. و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این اولین جا در زیارت نامه ها. دومین جا انحصاری در زیارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که ان شاء الله خدا زیارت با معرفتش رو نصیب همه ما بفرماید. اونجا هم عرض میکنیم علی جان، اتیتک یا امیر المؤمنین زائرا،
علی جان من زائر تو هم، من به زیارت تو اومدم، ابتقی به زیارت کف فکاک رقبتی من النار. علی جان زیارت تو من از خدا میخوام در عوض، فکاک رقبتی من النار، فک رقبه به من بده، یعنی گردنم آزاد بشه از این آتیش. معلوم میشه زیارت امیرالمؤمنین فکاک رقبتی من النار باطن شب قدر زیارت امیرالمؤمنینه. این خواسته نبی مکرم اسلام در عرفه است، این خواسته شما مؤمنین در شب قدر، خلصنا من النار یا رب. باطن این فک رقبه دست امیرالمؤمنینه. عرض دومم که دعاتون بکنم، ما اسم اکبر و اسم اعظم داریم، هر حاجتی که دارید به یه اسم خدا مربوط میشه. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 8 المیزان حقیقت اسم اعظم رو گفته، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. اگر دعا دارید امشب خدا رو به اسماء حسنا بخونید. یعنی چه این الفاظ؟ نه، این الفاظ ما رو متوجه به یه حقیقتی باید بکنه. اون حقیقت چیه؟ اینو از بنده عنایت داشته باشید امشب که دعا میخواید بکنید، این حواستون باشه حقیقت دعا چیه. بعضی ها میگن آقا دعا شرط داره، همه شرط ها تو همین یک کلمه است، اجیب و دعوت دا اذا دعانه، دعا کنید من مستجاب میکنم. یا یه اطلاق داره، شرطی توش نیست، دعا بکنید مستجاب میکنم. معلوم میشه دعا نمیکنیم که مستجاب نمیشه. بعد ایشون میفرماید که این اسماء الهی سعه و زیغ داره، قلم روشون محدود، بعضی ها کوچیکتره، بعضی ها بزرگتره. مثال میزنه، مثلا میگه یا سمیع و یا بصیر، سمع و بصر ذیل اسم علیم خداست، سمع و بصر برای علمه، شما میبینید که عالم بشید، میشنوید که عالم بشید، علیم مهیمن بر این اسماءه. همینطور دایره اسما بزرگ میشه تا میرسه به اسم اعظم. بعد ایشون یه جمله ای داره، میگه حقیقت توسل به اسم چیه؟ آیا اینی که بگیم یا حبیب، یا شفیق، یا رفیق، یا احد، اینا خوبه، اما حقیقت توسل به اسم اینه که ما بدونیم، عبارتشون اینه، فمن انقطع عن کل سبب، بدونید اگر فقیرید غنی جز خدا نیست. اسم غنی مال خداست، اصلا غنی جز خدا نیست. اونا اسم بی مسماست اگر به یکی میگید غنی. به این حقیقت اگر برسید، اتصل بربه، این متصل به اون اسم الهی میشه و حاجتش برآورده میشه. حالا این فک رقبتی من النار با هزار اسم خونده شده و با اسم اعظم، خیلی پیچیده این حقیقت. امشب ما با کدوم اسم میخواییم فکاک رقبه پیش بیاد؟ اینی که میگن امیرالمؤمنین مظهر اسم اعظم خداست، برای اینه که فکاک رقبه و آزادی به دست علی و لا غیر. از هر اسمی بیاید فکاک رقبه رو بخواد ذیل اسم اعظم، به اسم اعظم باید متوسل بشی. اینی که میگیم هزار بار خدا رو صدا بزنید، بعد بگید خلصنا من النار یا رب، کیه این امیر المؤمنین؟ کجاست مقام امیر المؤمنین سلام الله علیه که فرمود لا یرغا علی الطیر
هیچ مرغی بر بلندای حقیقت علوی نمیتونه پرواز بکنه. این علی کیه و علی چه کرده؟ این قرآنه، این قرآنه، نه یک روایت که در سندش تشکیک بکنن بعضی ها. قرآن میگه زکریا وارد محراب میشد، کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا. وقتی میومد مریم اعتکاف کرده بود، درگاه خدا تهجد میکرد، میدید کنار مریم رزقه، انا لك هذا. مریم اینا رو کی برات آورده؟ قالت هی من عند الله، اینا رو خدا برا من فرستاده. اما امیر المؤمنین وارد شد، حسنین مریضند، ببینید صحنه رو، نذر کردن، یوفون به نذر، وفای به نذر میخوام بکنن. این ظاهریست که شأن نزول درست بشه. یه قرصنان آورده، آیا زهرا از مریم مرتبش پیش خدا کمتره؟ مسکینن و یتیمن و اسیرا. مسکین اومد، اطعام کردند، افطار رو دادن. یتیمن، یتیم اومد شب دوم، اسیر اومد شب سوم. بنا تو فکر رقاب، بناس ما آزاد کنیم، بناس ما اطعام کنیم و ببینید که چگونه این اطعام اتفاق میفته. شب سوم هم طعام رو اطعام کردن، افطار رو دادن. انما نطعمکم لوجه الله. مفسرین گفتن اینو که امیرالمومنین نگفت، به اسیر که نگفت من در راه خدا میدم، به یتیم که نگفت. ای تو دلشون گفتن انما نطعمکم لوجه الله، خدا علنی کرد انما نطعمکم لوجه الله. امیرالمؤمنین اینها رو لوجه الله داده، اطعام علی لوجه الله. عزیزان شب قدر غنیمت بدونید، شب معرفت امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. قیامت این پرده میره کنار، ولا طعام الا من غسلین، هیچ طعامی وجود نداره الا دو تا طعام، یک طعام طیبی که از خانه امیرالمؤمنین صادر شده و یک طعامی هم که غسلینه، یعنی چرکه، خونه. این پرده قیامت کنار میره و الا غذا که خراب نمیشه. طعامی که از غیر خانه امیرالمؤمنین به دست انسان برسه خونه. الا من قسلین. بعد در آیه دیگه میگه شجرت الزقوم طعام الاثیم، اونا از شجره زقوم میخورن. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، اما خانه علی درختی کاشته شده که این میوه شیرینه. انتخاب کنید، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ای مردم، ای امت پیغمبر خاتم، ما راه رو نشون دادیم، گفتیم این راه علیست و این راه طاغوته، اما شاکرن و اما کفورا، هر کجای رو میخواید انتخاب بکنید. اما بدونید چی اتفاق میفته و حقیقت چیه. اگر زیارت امیرالمؤمنین اومدید، او اطعام فی یوم ذی مسغبه، در اون روز گرسنگی امیرالمؤمنین، گرسنگی تمام این عالم، این که عرض کردم لقد خلقنا الانسان فی کبد، تمام این عالم حقیقتش اون گرسنگی است، اون تشنگی است. خدا به آدم گفت اگر تو بهشت بری الا تجوع، بقیه همش گرسنگی است الا کسی که طعام از امیرالمؤمنین بگیره. من این شب قدر نمیخوام بگم، خیلی ها رفتن، از بزرگان رو شما ببینید، این که گفت انا مدینه العلم و علی بابها، در حالات شیخ انصاری دارن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون عالم ملکوت
اطعامی به شیخ میکنه و شیخ شیخ میشه. این اطعام امیرالمؤمنین عجیبه، این فک رقبه امیرالمؤمنین عجیبه، خیلی ها رو فک رقبه کرده، خیلی ها رو آزاد کرده، خیلی ها رو آزاد کرده. امشب بریم بگیم امیرالمؤمنین علی جان اتیتک زائرا، ما اومدیم در خونه تو، گرسنه ایم، فی یوم ذی مسغبه، دنیا که درش طعامی وجود نداره، اگر طعامی هست در خونه شماست، اگر آشامیدنی هست در خونه شماست، یفجرونها تفجیرا. این امیر المؤمنینه، این اطعام طعام امیر المؤمنینه، این ساقی حوض کوثر. من در این شبی که امیر المؤمنین ضربت خورد، اجازه بدید با پای دل شما رو ببرم خانه امیر المؤمنین. سفره امیر المؤمنین پهنه، نه برا دوستانش، نه برا محبینش، که این کرم امیر المؤمنین برا دشمنان هم پهنه. بجز از علی که گوید به پسر، که قاتل من چو اسیر دست توست، با اسیر کن مدارا. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در ارشاد نقل کرده که انهو کان یفتر لیلتن عند الحسن و لیلتن عند الحسین. این ماه رمضان یه شب علی افطار می اومد خانه امام مجتبی، یه شب افطار می رفت خانه سید الشهدا، دور می زد پیش بچه ها افطاری رو. ولا یزید علی ثلاث لقم، سه لقمه بیشتر افطاری نمی خورد. خب بچه های امیر المؤمنینن، دلشون برای بابایی که پیر مرد شده، 63 سالش امیر المؤمنین، امیر المؤمنینی که خلیفه هست، مظلومیتشو ببینید. این اوج شخصیت ملکوتی امیر المؤمنین که خدمت شما گفتم، اما مظلومیتش هم ببینید. کار به جایی رسیده که رو منبر کوفه صدا میزنه، میگه ما زلت و مظلومن منذ قبض رسول الله، از وقتی رسول الله از دنیا رفت علی مظلومه. یکی از این خوارج بی معرفت گو علی اگه مظلومی چرا شمشیر تو در نمیاری، ظلامه خودت رو بگیری، حق تو بگیری. امیر المومنین بهش فرمود که من جمله ای رو میگم که هارون گفت، انی خشیت و ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میترسم بین امت پیغمبر تفرقه بشه. ما زلت و مظلوما، من از وقتی که پیغمبر از دنیا رفت مظلوم بودم، مظلومم. یه جمله رو اگر شیخ مفید نقل نمی کرد سخت بود براتون بخونم. بخونم مظلومیت علی رو ببینید. این شخصیت عظیم به شیعیانش خطاب میکنه، میگه شیعیان علی، ستعرضون من بعدی علی سبی، بعدن به شما تحمیل میکنن، فشار میارن که علی رو سب و دشنام بدیم. شیعه به علی سب بگه. مظلومیت آقامون امیر المؤمنین رو ببینید. ایشون میفرماید که فسبونی، شرایط جوریه که باید علی رو سب کنید، نمیتونید خودتون رو نجات بدید. 70,000 منبر سب امیر المؤمنین بلند تو این مملکت اسلامی. اما یه جمله گفت، فرمود که فلا تبرعوا منی، اما به شما میگن از علی تبری بجوید. ولایت علی رو هم دیگه تو دل نداشته باشید، حواستون باشه از علی براعت نجوید. سب اگر کردید اما براعت نجوید.
بعد تو این جمله هایی که مرحوم شیخ مفید نقل میکنه میگه یه خارجی اومد مظلومیت امیرالمومنین رو ببینید، گو علی چه خبره این کارا که میکنی؟ انکم میت، آخه یه روز میمیری، این کارا رو نکن. داره نصیحت میکنه مثلا امیرالمومنین. امیرالمومنین یه نگاهی کرد فرمود لا بل والله انا مقتولون، نگو میت، نگو میمیری، برادرم خاتم انبیا به من گفته انا مقتولون، من کشته میشم. بعد محاسنشو گرفت، والله لیخزبنها من فوقها، یعنی این محاسن سفید از خون سرم خضاب میشه. حسینیا امشب شب قدره، شب زیارت ابی عبدالله علیه السلام. من میگم همه ی حوائجتون رو کنار این حاجت اصلی مد نظر، بیاید بریم خانه امیرالمؤمنین. چی گذشت بر زینب کبرا عقیلت العرب؟ در خانه رو باز کنه ببینه خون از محاسن علی می چکد، این محاسن سفید خضاب شده. یا الله من بمیرم، ای زینب بنت علی یه روز هم تو کربلا دید السلام علی الشیب الخضیب، دید سر بریده ابی عبدالله رو نیزه ها بالا رفته، از محاسن ابی عبدالله خون می چکد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.